اینجا در جنگل ماریپوسا در پارک ملی یوسمیتی حدود 500 درخت سکویا هست. درختهایی که به واجه های تنومند و, و کهن سال معنی ای میدن. عمر بعضی از درختها به چند هزار سال میرسه و از بزرگترین موجودات زنده زمینن. پشت سر من گریزلی جاینت. ما در یوسمیتی سه تا جنگل سکویا داریم. جنگلی که درش هستیم جنگل ماریپوساست. بزرگترین این جنگل ها. و گریزلی جاینت بزرگترین درخت در این جنگل و در کل پارک ملیه. تخمین میزنیم که قدمت این درخت نزدیک 1800 سال جنگل سالانه بیش از یک میلیون بازدید کننده داره که میان و ساعتها درختها رو با حوصله زیاد برانداز میکنند. این جنگل برای کسانی که شانس دیدنش رو دارند یک منظره فوقلاده است مثل اینه که وارد یک مکان مقدس بشید یکی از اون مساجد یا کلیساهای های جامعه شکفتنگیز جهان احساس میکنین اینجا باید آهسته حرف بزنید جنگل های سکویا در دامانی غربی رشته کوهای سیرا در چند نقطه پراکندن و عمر بعضی از این درختها به سه هزار سال میرسه یکی از دلایل اینکه درخت های سکویا عمری اینقدر طولانی دارن اینه که در آتش طبیعی از بین نمیرن در واقع پوست این درختان ضد آتش هست و مانع از بین رفتن اونها میشه و در این حال دانشمندا اخیرا متوجه شدن که آتش طبیعی به رشد و این جنگل ها کمک هم میکنه چون باعث میشه که میوه درختان سر باز بکنن و تخبیزی بکنن و باعث تکثیر این جنگل بشن اسم این یکی است. 120 سال پیش حفره‌ای در دلش کنده شد برای رد شدن اسب و گاری راهی برای جذب گردش کرد اما درخت از این اشتباه جون به در برده و هنوز پا بر جاست. مسئولان پارک البته اذعان می‌کنند که اشتباهات دیگری هم اینجا اتفاق افتاده مثل پارکینگی که درست وسط جنگل ساخته شده ما الان اینجا در بخش پایینی جنگل ماریپوسا هستیم و پارکینگی که اینجا می‌بینین درست روی ریشه های درختان سکویا ساخته شده. ما پروژه‌ای رو برای جمع کردن این پارکینگ و احیای حالت طبیعی جنگل اجرا می‌کنیم تا سلامت آینده این درخت‌های فوق‌العاده تضمین بشه. اجرای این پروژه روز سیوم جوان شروع شد درست در 150 همین سال گرده روزی که آبراهام لینکلن یا رو تحت حفاظت اعلام کرد پارکی نه فقط از درخت های سر به فرق کشیده بلکه سخراهای عظیمی که دست طبیعت با حوصله زیاد اونها رو سیغل زده یوسمیتی اولین پارکی ملی آمریکا نبود اما بدعت گذار مفهوم پارک های ملی بود که بهره برداری تجاری از طبیعت را ممنوع می کنن. زمانی بود که این پارکها فقط جایی برای نفس کشیدن و تماس با طبیعت بود اما حالا که خطر انقراض خیلی از گونه ها رو تهدید میکنه این پارک ها جای مهمی برای حفظ تنوع زیستی شده از جمله جنگل های سکویا The دانستن اینکه این درخت های و آرام وجود دارند به نوعی معیار اقلانیت ما به عنوان یکی از گونه های زیستی زمین همونطور که والاس استگنر نویسنده آمریکایی گفته مهمه که بتونیم این درخت های فوقلاده رو حفظ کنیم چون اینها و پارک های ملی بخشی از جغرافیای امید هستند راهی برای روشن نگه داشتن چشمانداز آینده زمان ثابت کرده که باقی موجودات حالا بیش از ما به این جغرافیای امید نیاز دارند. سینا علی نجاد، کالیفرنیا.